امکانی از طریق جنه؟ بله از طریق جنه. جن چون تو ذهن و دل حضور داره میتونه ذهن منو بخونه. آره یک سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس یعنی موجودی که قایم موشک بازی میکنه. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون. بله دیگه میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن و دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه، من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس، موفق نشده. ولی موندن که چیه، گره کجاست؟ چون میدونید که از نظر جادوگری و ارتباط با جن یهودی ها ید طولایی دارن. در یهود این به ارتباط با جن در یهود بسیار گسترده است و اسرائیل هم خواست از این قدرت ها استفاده کنه. مونده که چرا من اون اطلاعات مناسبی که میخوام به دردم بخوره این نمیتونه بره بیاره. یه عده از انسان ها میرن یه راههایی رو طی میکنن، با جن مواجه میشن، با جن مواجهه فیزیکی پیدا میکنن، پیوند برقرار میکنن. نتیجه چی میشه؟ بیدینی این انسان، انسان از راه بدر میشه، بدبخت میشه، در گمراهی فرو میره. حالا این جن شر رو به طور عادی تو ذهن دل ما حضور داره، اینه که وسوسه میکنه، الغاءات شیطانی میکنه و خبر میبره. این حالا کار عادیشه. خبر بردن در شرایط خاصه، کار عادیش پس خبر بردن نیست، خبر نمیتونه ببره. راه بسته است برای جن شرور که خبر وجودی من رو ببره به یکی دیگه بده تا اون حربه کنه بر علیه من. این راه عادی بسته. خب ذهن خانی که راه فرمودی نه ارزمی دیگه، راه عادی بسته است. این ذهن خانی به علت طی کردن یه راه های شیطانی از طرف انسان رخ داده. یه فرمولایی هست، یه کتابچه‌هایی هست، یه دستور عمل‌هایی هست که از قبل از اسلام بوده در جامعه بشری، خصوصا میون یهود. یه جن خلقتش از آتش از نظر مادی قبل از انسان خلق شده و مثل انسان بهشت جهنم داره.